دو سهارش رو اندام تا خراغلا سر نشتلیزون قدر من لیدون که در نبز سلامتی برخواه هوا هم سرد شویده او دیر زیاد زکام سینه باقل دا سونزه او در مرزونه دیر زیاد شویده دا و دکتر زیب هم مفصل دادی موضوع پاره خبر وکره لیه لیه من دیمه چه هم پدی برخه که خپل سونزه مو حلی کریوی و در بخش برنامه باز هم مهماندار است یکی زختار خانم های بسیار محفق که ایمی نویسنده کتاب هستن امروز با ما در برنامه هستن که کتاب خود هم با خود آوردن و امروز در رابطه با نویسندگی در رابطه با کتاب که نوشتن صحبت هایشان را می باشیم مریم جان خوش آمدن صحبتون بخیر ای بشر هر کجا که هستی چون گل بیخار باش با ضعیفان امرا و با مستمدان یار باش این جهان خواهی نخواهی بر همه خواهد گذشت سلام خدمت شما بسیار جان سلام به تمام بینندای عزیز که ما را از طریق پرده تلویزیون آریانا تماشا میکنند سلامت باشی باشن خوب باشن بسیار تشکر زنده باشی ما هم خوشحال هستیم که خودت در برنامه با خود داریم و واقعا که نویسندگی یک دنیای بسیار جدایی است و یک فن و مهارت بسیار خاص است که آموختنش ام واقعا که کار ساده ای نیست اول میخوایم مریم جان در مورد خودت بدانیم چند سال هستی چقدر وقت میشه نویسندگی رو آغاز کردی من خودم 15 سال هستم از وقتی که مکتب بند شد باز من رو آوردم به نویسندگی فعلا یک دو میشه که یک کتاب بچه برسانده دوگاه میدامه داره بسیار خوب بسیار خوب انوز سنت بسیار کم از بر نویسندگی چطور که تصمیم میگرفتی نویسندگی را آغاز کنی؟ در مطالم سن فعف داشت که بودم خوش داشتم که نویسنده شدم و در درنج و مردم خود را برای کاغذ بنویسم بسیار خوب وزیر راستا به مردم و جامعه خود خدمت کنم بسیار خوب خب کتاب هم با خودت آوردی بله در مورد چی کتاب داستان های پندامیست داستان های پند آمیز کتاب است که مریم جان نوشته برام داستان های پند آمیز و البته در برگیرنده تمام داستان های پند آمیز است حتما می حکایت هایی که در این کتاب از پسر اوشیار مرد بدرفتار دختر یتیم این داستان ها رو خودت نوشتی از کدام جای یاد گرفتی کس بر تکایت کده قصه حکایت کده؟ هم از بعضش خودم جای بسیار خوب بسیار خوب خودت بعضی هاش نوشتی مثلا کدام داستان داستان رای دین راه دین بعد از یک مرد وقت نشناس مرد بدرفتار خو مرد وقت نشناست میشه که مفصل در مورد مرد وقت نشناست بر ما وګوي کی داستان شروع چی میچرخه ییست که یک مرد وقت خود به جا ځای میکنه و با وخت توجه نمیداشته باشه بعد از این یک مرد بزرگوار دانا می ورن نصیحت میکنه که وخت بهترین وخت از بیت وخت طلا است باید از اس وخت استفاده خوب کونیم نصیحت میکنه پس برای درست باز با... چی میشه؟ بسیار خوب میشه. و دوستان بدید به نام راه دین که فکر کنم دوستان بیست و پنجم است بله. راه دین در یک شهر یک پدر همراه با خوب سیره یک بار بخوانی برم خودت مریم جان آه... که بیننده ها هم در شهر, در شهر یک پسر همراه با پسر یک پدر امرا با پسر خود که نامش زبی بود زندگی میکرد. پدر زبی یک مرد با دین و مهربان بود و پسر خود را بسیار دوست داشت. پدر زبی همیشه دست افتادگان و غریبان را میگرفت و به مردم فقیر کمک میکرد و مردم را برای دین دعوت میکرد. زبی هیچ وقت نمیخواست برای دین دعوت شد پدرش برای پسر خود نصیحت کرد. پسرم گوش کن تا می توانی اعمال نیک و خوب داشته باشی و در دل آدم ها جای بگیری بهترین انسان ها از اعمال شناخته می شد و اگر نه سخنان خوب در دیوارها هم نوشته می باشد پسرم از مرگ نترس از این بترس که وقت وقت زنده استی در وجودت چیزی بنام انسانیت بی میرد هر شادمانی به دیگران ببخشی در نهایت به خودت باز خواهد برگشت و همیشه در راه دین جوانیت را صرف کنی زبی بعد از سخنان پندامیز و آموزنده پدرش گفته شکر پدر جان از این که مرا از کارهای بدن نجات و دیگر از آن. روز زبی برای دین تلاش کرد و در دل مردم جا گرفت دوباره زندگی جدید را آغاز کرد. بسیار خوب. چقدر داستان زیبا مفصل. در کدام اوقات بیشتر می نویسی مریم جان؟ آیا کدام وقت مشخص برای نویسندگی است یا هر زمانی که آیا در بیای بیایی می نویسی؟ هر زمانی که در ذهن بیایی باز قلم در دست می گیرم می بسیار خوب. کی بیشتر حمایتت می فامیل پدر جانم زیاد حمایت میکنه فامیل. بسیار خوب. آیا کسی دیگه هم در خانه نویسنده هست؟ نه نه خیر نیست باز زیاد که کمک میکنم خوارم هست خوهر جانت کمکت میکنه ادبیات تمام داستانهایت هم خودت میسازی؟ خودم میسوزم. با... خوب با کمک همشیریم بسیار خوب موفق باشی چه کتاب‌های های رو روی دست داری مریم جان <applause> یک کتاب دیگه هم زیر دست دارم که و هم کارش تمام شه باز به برنامه بعدی با واسه باخت, باخت میارم روی چه موضوع سو کتاب درباره مردم های افغانستان است می درد رنج شونه بسیار خوب و خود تم مطالعه می‌کنی؟ <تصفح> بله مطالعه در کدام اوقات بیشتر مطالعه میکنی م... کارم تمام باشه کار نداشته باشم هر, زمان هر زمانی که خیالت راحت باشه خیال مطالعه میکنی و بیشتر کدام کتاب ها را مطالعه می‌کنی؟ کتاب رمان، رومان داستان ها दसन कुतरा بسیار خوب مریم جان اگر ما بخوایم یک نویسنده خوب باشیم نظر به تجربه که خودت از نویسندگی داری بیا کتاب هم نوشتی از کجا باید آغاز کنیم باید ما وار خوب بشناسیم خط خوب داشته باشیم و این چیزی که کلش در فکر ما است وانی ما طالبه که در زین داریم خوب بیاندیشیم سرش طور بنویسیم که ما خواننده از لذت خاص ببرد آفرین بسیار خوب واقعا زمان که داستان جالب باشه خواننده هم جذب میشه جذب. طرفش و خوبتر میخوانه او را. و به نظر خودت که چقدر نویسندگی کمکت کرده به که پیشرفت کنی چقدر به کمک کرده که ذهنت پیشرفت کنه آرامشت بیشتر شوه زیاد کمک کرده یک کتاب هم که, که زیاد خواندن جوابیم چی گرفتن مثبت گرفتن بسیار خوب با بازار مرزه شده که تا خیر فعلا نشده تصمیم داری به خیر کرزه کنی با بازار بسیار خوب مریم جان چی میخوای به خیر آینده شوی در دنیای نویسندگی چه پلان ها داری هم نویسندگی ما پیش میبره من میخوایم که دوینده یک دکتر موفق شم بسیار خوب بسیار خوب در دنیای نویسندگی الگوی خاص برتری؟ تا فعلا خیر نداری فقط هم تو خودت می نویسی بیشتر کتاب های کدام نویسنده رو مطالعه میکنی خلیلا خلیلی محمود ترزی شیرنوایی بسیار خوب و واقعا که قابل قرد قدر استعدادت مریم جان به نظر خودت نویسندگی آسان است یا مشکل؟ آسان است زیاد یا کم هم کسایی که باز بلک باشه برشناسان از کسایی که نباشه باز نیست خب مشکل است ولی آه. با زحمت کشیدن با خوشش زحمت کردن روی خود هست. و نکات را که در رابطه به نویسندگی است و نویسندگی خوب است باید در نظر بگیریم تا بهتر و خوبتر بتانیم یک نویسنده خوب باشیم و یک کتاب های خوب را بنویسیم شیر هم میخوانی مریم جان؟ نه خیر فقط کتاب هایی که حرفی باشه کتاب چی باشه داستان باشه بسیار خوب داستان ها رو بیشتر می و بیشتر داستان های پندومیز می یا داستان هایی که رومانتیک هستن و داستان های قدیمی هستن هم مطالعه داستان های میخوانم. میخوانم هم میخوانم هم تصمیم داری روی او داستان کتاب را داشته باشی؟ آه بله بسیار خوب بسیار تشکر مریم جان از که به برنامه اومدی و کتاب بسیار زیبایی را هم نوشته یک بار دیگه میخوایم کتاب تا با خود داشته باشم و یکی از دوستانهایش هایش هم با بیننده ها شریک بسازم که مادر فداکار ای قصه که روی مادر فداکار میچرخه میشه که در بوریز یک معلومات برم بتی تو خواستی که این حکایت انتخاب کنی؟ این یک واقعی بود گرفتم برای قاغذ نمشته بسیار خوب است. در کجا خوانده بودی؟ برم دوستایم قصه کرده بودن خواه یعنی قصه حقیقی است بسیار خوب چقدر مادر جانت کمکت میکنه؟ مادر جانم زیاد کمک میکنه بله و اینجا هم امرایت آمده مادر جانم بله. واقعا به نظر خودت چقدر حمایت خانواده میتونه کمک بکنه به اینکه ما به طرف علایق خود بریم، اینکه بتونیم به اهداف خود برسیم؟ حمایت خانواده بهترین است که ما را حمایت کنه، ما میتونیم به جای برسیم. واقعا. و به نظر خودت سن سال دلیل میشه به این سن سال بایسی با با میشه که ما پیشرفت نکنیم یا پیشرفت بکنیم؟ سن, 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 سن سال محدودیت ام. هست به نظرت؟ نه خیر سن سال به ضرورت نیست. عقل میگه بسن بسن با سن با نیست، با عقل با نیست، با سن مهم. واقعا واقعا که اگر خود ما بخوایم میتونیم که پیشرفت بکنیم در هر سن و سال که خواسته باشیم و تشکر مریم جان از صحبتهای بسیار خوبت چی پیام داری بر کسایی که میبینید بیننده هستن به دختر خانم هایی که هم سن و سال خودت هستند من پیام دارم که مکتب ها خوب است هست یک مهارت از خود استعداد نشان بدن و دخانه تحصیل خود درس واقعا واقعا اگر مکتب هم نمیرن مثل مریم جان مثل دختر خانم های دیگه که ما در برنامه داشتیم به طرف علایق خود برن به طرف مهارت هایی که در وجودتان است برن روش کار کنن زحمت بکشن تا پیشرفت بکنن مثل مریم جان مثل دختر خانم های بدی که در برنامه ما هستن و شما هم میتونن بعد به شماره واتساپ صبح زندگی هم پیام های تانه بگذارن اگر مهارت خاص دارین یا هم میخواین به برنامه دعوت شوین میتونن که با واتساپ ما پیام بگذارن 0700 150 165 تشکر مریم جان تو آوردیم بسیار تشکر مریم مشکر. جان عزیز البته ما باید بر خود توفه می دادیم به خاطر یه استعداد خوبه که داری و توفه مریم جان هم می بینیم چقدر زیبا آیات کرسی شریف بسیار زیبا بهترین توفیه که در زندگیم گرفتیم واقعا متفاوت ترین و زیبا ترین بسیار تشکر مریم جان سلامت باشین و مفقت های هرچی بیشتر برتان خواهند است روز خوب و خوش داشته باشین از امروی شما هم یک جهان سپاس بینده های عزیز لمنسر و اوسید سیر سهار که دمانی سو بیشتر گرزم